بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى می فرماید آنها درباره الله گمان ناحق می کردند مانند گمان جاهلیت می گفتند آیا ما را از این کار چیزی هست بگو سرشته کار به تمام از آن الله هست تا آخری آیت الله سبحانه و تعالی فرمود که آنها درباره الله گمان ناحق میکردند یعنی منافقان گمان جاهلی میکردند که گمان کننده در آن قدر و عظمت الله را نمیداند پس آن گمان باطل بر جهل بنا یافته است و به الله گمان کردن دو نوع است نوع یکم به الله گمان نیک کند و این دو تعلق دارد تعلق یکم به آن چیزی که در عالم میکند تعلق دارد پس بر تو واجب است که در این نسبت الله گمان نیک کنی دوم به آن چیزی که به تو میکند تعلق دارد واجب است که به الله گمان نیکتر نمایی به شرطی که در نزد تو باشد آن چیزی که موجب گمان نیک باشد و آن اخلاص و پیروی است دوم گمان به الله گمان بد کند مثل اینکه در فعل الله به عقلی یا ظلم یا مانند این را گمان کند پس این از بزرگترین حرام ها و زشترین گناه ها است همچنان که منافقان و غیرشان به ناحق گمان کردند دلیل دوم الله سبحانه و تعالی می فرماید به الله گمان بد دارند حوادث ناگوار و بد بر آنان بود مراد و آنها منافقان و مشرکان هستند که پس بدی آنها را از همه جانب احاطه دارد ابن قیم در تفسیر آیت اول میگوید گمان بدی که در اینجا به آن اشاره گردید متعلق به منافقان است آنها گمان میکنند که الله سبحانه و تعالی پیامبرانش را یاری نمیرساند و به زودی دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین خواهد رفت هم حکمت الله را انکار میکنند و هم تقدیر را و هم این را که الله و پیامبرش یاری خواهد داد و دینش را بر دیگر دینها پیروز خواهد نمود و انا همین گمان بد است که از منافقان و مشرکان الله در سوره فتح ذکر کرده است و این گمان در مورد الله و با حکمت و وعده های او لیاقت ندارد پس کسی گمان کند که الله تعالی باطل را غالب می سازد بر حق غالب ساختنی که حق از بین می رود یا حوادثی که به قضا و قدر او انکار کند یا تقدیر او که با حکمت رسای است به سبب آن شایسته حمد و ثنا است انکار نماید بلکه گمان نماید که تنها اراده به حکمت است پس این همان گمان کافران است وای بر کافران از آتشی دوزخ امروز بیشتر مردم در حوادثی که به آنان رخ می دهد نسبت الله گمان بد می کند و از این بیماری سلامت نمی ماند مگر کسی که الله را با نامها و صفتهایش بشناسد و بداند که کارهایش از حکمت و مصلحت سرچشمه می گیرد پس با عقل نصیحتگر بر خودش به این امر یعنی به الله گمان کردن دقت دهد و به سوی الله توبه کند و از گمانی بدی که نسبت به پروردگارش کرده است طلب مغفرت نماید و اگر تو کسی را تفتیش نمایی میبینی که از تقدیر شکایت و گله دارد و خود را سرزنش و ملامت میکند و باید که چنین و چنان میشود پس بعضی مردم کم به تقدیر اعتراض میکنند و بعضیشان بسیار و خودت را تفتیش نما آیا از این بیماری سالم هستی؟ اگر از بدگمانی نسبت به الله نجات یابی و از بلای بزرگ نجات یافته ای وگرنه من تو را نجات یافته نمی بینم این سخن را ابن قیم رحمه الله در زاد المیاد در پی غزوه احد در ضمن بحث حکمت ها و غایت های ستوده شده که در آن بود ذکر کرده است و خلاصه آنچه که در گمان بعض ذکر کرده است یکم گمان کردن که الله باطل را بر حق پیروزی برقرار می دهد که با آن حق نابود می شود دوم آن چیزی که به قضا و قدر الله روی دهد انکار کند
و چگونه در ملک الله چیزی می شود که آن را نمی خواهد. سوم بودن قدر او را برای حکمت رسایی که بر آن شایسته هم می باشد انکار کند. و خلاصه آنچه که در علاج گمان بد گفته است، یکم نام ها و صفت ها را در حقیقت دانستن، ندانستنی تحریف و تعویل. دوم به این با عقل اهمیت دهد تا به الله گمان حق کند تا گمان بد و گمان جاهلیت. سوم به سوی الله به توبه کردن از معصیت گشتن، از معصیت به سوی طاعت و استغفار گشتن. چهارم به نفست گمان بد کن، پس انسان محل نقص و بدی است. مسئله های این موضوع: یکم تفسیر آیت سوره آل عمران، نسبت الله به ناحق گمان میکنند و ضمیر به منافقان میگردند. دوم تفسیر آیت سوره فتح، به الله گمان بد دارند و ضمیر به منافقان میگردد. سوم خبر دادن به این که گمان بد انواع گوناگون است که محصور نیست و قاعدهش این است که نسبت به الله گمان کند که لایق او نیست. چهارم از گمان بد به الله نجات نمییابد مگر کسی که الله را به نامها و صفتهایش بشناسد و خودش را بشناسد، پس آن را تفتیش نماید. و حقیقت این است که انسان محل نقصان و بدی است، و اما پروردگار الله سبحانه و تعالی محل کمال مطلق است که نقصان به یگان وجه پیش نمی آید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.